وزارت تجارت و صنایع نشستی را به منظور بررسی چالش‌ها در برابر سرمایه‌گذاران و بازرگانان در هرات برگزار کرد. مسئولان این وزارت میگویند که در تلاش هستند تا نخست مشکلات را شناسایی و راه‌های برطرفی آن را جستجو کنند. ظهورالدین شیرزاد رئیس عمومی معادن و صنایع کشور میگوید که در آینده نزدیک برنامه‌های مناسبی به منظور برطرفی مشکلات در برابر سرمایه‌گذاران روی دست گرفته می‌شود. ما به همراه سکتور خصوصی ملاقات کردیم که در او از تمام اتاقا همکارای ما آمده بودن، متشبثین محترم همچنان در او حضور داشتن. بیشتر بالای مشکلات و راه حل ها ما بحث کردیم. جلسه ما در حدود 3 ساعت دوام کرد و نظریات شان گرفتیم. بدون شک در قسمت مشکلات شان ما برنامه هایی داریم و برنامه های دیگه که لازم است ما پلان کردیم که بخیر دمی که کابل برسیم بالای از او کار میکنیم تا مشکلات که بسیار جدی است برشان موضوعات حل شود. وجود مشکلات در پارک های صنعتی، توزیع نشدن نمرات زمین و افزایش تعرفه از جمله مشکلات عنوان میشوند که در برابر سرمایه گذاران و تاجران وجود دارد. علی آقا مرتضوی رئیس عمومی پارک های صنعتی کشور میگوید که در حال حاضر کار ساخت فاز چهارم پارک های صنعتی در هرات در آستانه تکمیل شدن است. تقاضا در ولایت هرات خوشبختانه زیاد است و این روز به روز زیاد شده میره. زمینی که فعلا ما در پارک صنعتی آماده توزیع داریم ممکن که تکافوی تمام تقاضاها را نکنه، برای فعلا کفایت میکنه، ولی آینده چون یک ولایتی است که از نظر صنایع رشد کرده و علاقمندی سکتور خصوصی وجود داره، برای برنامه‌های آینده ما نیاز داریم که یک سایه انکشافی داشته باشیم که بر او امی دو فیز پنجم و 5000 جریب زمینی که قبلا پیشنهاد شده ما سر ازی صحبت کردیم. ما پلان ما امی است که فیز پنجم و همزمان سر ازی 5 جریب زمین هم 5000 جریب زمین هم کار شد. در همین حال حمیدالله خادم مسئول اتاق صنایع و معادن در هرات میگوید که تلاش ها برای برطرفی مشکلات در برابر سرمایه گذاران آغاز شده است. او امیدوار است که با آغاز برنامه های مختلف در راستای حمایت از سرمایه گذاران زمینه سرمایه گذاری بیشتر در هرات فراهم شود. خوشبختانه که امروز یک اماهنگی مطلق به وجود آمده بین اتاقهای که مربوط سکتور خصوصی هست و وزارت محترم صنعت و تجارت که داره تازه ما برای رفع مشکلات و شروع کارهای جدید اقدامات جدی روی دست گرفته شده که از جمله موضوع توزیع نمرات فاز 4 در شهرک صنعتی هرات هست که ما اسناد جمع‌آوری کردیم، اطلاع رسانی برای سرمایه گذارا شده و اسناد سرمایه گذارا به خاطر توزیع نمرات فاز 4 در شهرک صنعتی را زیر پروسس هست. در حال حاضر ده ها شرکت خصوصی در پارک های صنعتی ولایت هرات فعالیت دارند. شرکت هایی که هرچند با مشکلات روبرو هستند، ولی حکومت از تلاش ها برای رشد روند سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذاران در بخش خصوصی سخن گفته است.